به رادیو راوی خوش اومدید. توی این قسمت قراره آخرین پادشاه ایران که در خاک کشورش فوت کرده رو بهتون معرفی کنیم. رادیو راوی مظفرالدین شاه قاجار، پنجمین شاه ایران از دودمان قاجار بود که از سال 1275 تا 1285 خورشیدی بر ایران حکومت میکرد. مظفرالدین شاه نهایتاً در روز 12 دی 1285 در سن 53 سالگی فوت میکنه و در کربلا به خاک سپرده میشه. مظفرالدین شاه آخرین پادشاه ایرانه که در داخل خاک کشورش درگذشت، چرا که شاه بعدی یعنی محمد علی شاه قاجار که دشمن مشروطیت بود، بعد از فتح تهران توسط مشروطه خواهان مجبور به پناهندگی در سفارت روسیه و در آخر ترک ایران میشه. محمد علی شاه در سال 1304 در ایتالیا فوت میکنه و جنازش در کربلا دفن میشه. بعد از محمد علی شاه پسر 13 سالش یعنی احمد شاه در سال 1288 خورشیدی به سلطنت میرسه که نهایتاً در 9 آبان 1304 با رأی مجلس شورای ملی از پادشاهی خلع میشه و سلسله قاجاری رسماً منقرض اعلام میشه. احمد شاه در اسفند ماه سال 1308 بر اثر ورم کلیه توی پاریس فوت میکنه. جسدش طبق وصیت خودش در کنار آرامگاه پدرش محمد علی شاه در کربلا دفن میشه. رضا شاه پهلوی در سال 1304 به سلطنت میرسه که تا سال 1320 بر ایران حکومت کرد. رضا شاه بعد از اشغال ایران به دست متفقین در 25 شهریور 1320 استعفا میده و مجبور به ترک خاک کشورش میشه. نهایتاً در 4 مرداد سال 23 در جوهانسبورگ فوت میکنه. پیکر رضا شاه مومیایی شد و در مسجد رفاعی قاهره مصر دفن شد، تا اینکه در سال 1329 به ایران بازگردونده شد و در حرم عبدالعظیم حسنی دفن شد. بعد از رضا شاه فرزندش محمد رضا پهلوی به سلطنت میرسه. با بالا گرفتن التهابات ناشی از انقلاب 57، محمد رضا شاه پهلوی در 26 دی ماه سال 57 خورشیدی ایران رو به مقصد مصر ترک میکنه. سرانجام 5 مرداد سال 59 محمد رضا پهلوی در سن 60 سالگی در قاهره مصر از دنیا میره. پیکر محمد رضا شاه در مسجد الرفاعی قاهره به خاک سپرده شد. پس به این ترتیب آخرین شاهی که در ایران درگذشت مظفرالدین شاه قاجار بود.